سلام به همه آبیا، اس‌اس‌یا، تاجیا و همه ایرانیا و فارسی زبانهای جهان. به کانال خودتون خوش اومدید. بریم با هم دیگه بازی جذاب و دیدنی و پرگل استقلال و مصر رفسنجان رو بررسی کنیم که نوازا بازم نباختن. توی ویدیو پیشبازی هم گفته بودم که استقلال و مصر رفسنجان تیمایی هن که تو نیم فصل دوم هیچ بازی رو نباختن. ما استقلالی ها 4 تا برد داشتیم و 2 مساوی، مثل رفسنجانی ها 2 تا برد داشتن و 4 تا مساوی و تیمایی بودیم که هیچ باختی نداشتیم و بازی میتونست خیلی جذاب بشه و یکمون بالاخره ببازه، اما خیلی بازی جذابی پیش رفت و آخرش هم بازی 2-2 مساوی شد. اول در مورد ترکیب استقلال کامل من یه صحبت بکنم که در طول بازی هم چه اتفاقی افتاد، بعدش میریم حالا دقایق بازی و اینکه هر بازی چه اتفاقی افتاد تو دقایقش هم صحبت میکنیم که خب متاسفانه مهدی پور رو هم از دست دادیم به دلیل مصدومیت. اما اول بریم سیستم رو یه صحبت بکنیم چون خیلی بحث برانگیز بود و به نظرم سیستمی که جواد نکونام انتخاب کرده بود، سیستم که 3-5 رو بود اونش بحثی نیست، ولی نظر انتخاب مهره ها یکم به نظر من عجیب بود. هم خوب بود یه جاهایش، هم یه جاهایش خیلی عجیب بود. توی دروازه که سید حسین حسینی بود که خب طبیعتاً بهترین دروازه‌بان ماست و خب اگه سید حسین تو دروازه نباشه کی وایسه، عملکردش هم مثل همیشه قابل قبول بود. توی خط دفاعی مرادمن، چشمی و سلیمی بودن که به نظر من انتخابه مقداری عجیب بود. با وجود اینکه سیلوا مصدوم نیست، اینکه چرا جواد نکونامون رو تو دفاع نذاشته رو من خیلی متوجه نشدم و من فکر میکردم اگه جای چشمی سیلوا بازی کنه و چشمی خط بیاد جلوتر و هافبک دفاعی بازی کنه میتونیم نتیجه بهتری بگیریم، اما نبودن سیلوا رو من خیلی درک نکردم. از اونجایی که مصدوم هم نبود روی نیمکت نشسته بود. روز و هم دیدیم توی خط دفاعی وقتی بازی میکنه امکان دادن پاسای اشتباهش خیلی زیاده و به عنوان هافبک دفاعی و بازیخون خیلی عمل کرده بهتری میتونه داشته باشه. اینکه دست نکونام باز بوده و روزبه رو گذاشته تو خط دفاعی من خیلی متوجه نشدم. دوستانم اگه کسی متوجه شده بهمون بگه. راستو که خب داده بودم به میلاد شیخ فخرالدینی که خب طبیعتاً با توجه به اینکه یامگا که کلا مصدوم و نداریمش، سال هردانی هم مصدوم بود، مجبور بودیم که میلاد فخرالدینی استفاده کنیم که اتفاقا خیلی هم خوب بازی کرد و به خاطر مصدومیت هردانی یه جایگزین خوبم داشتیم و این نشون میده که وقتی خریدای خوب و به موقع داشته باشی و اسکوادتو پر عمق بکنی، تو این بازی که امکان داره برات مشکلی پیش بیاد این مشکل حل میشه. و اگر ما فخرالدینی رو نخریده بودیم واقعا من نمیدونم کیو میخواستم برای اون هافبک راستمون بذارن تو سیستم 3-5-2. چپ هم که جلالی بازی میکرد که بازم فوق‌العاده بود، بازم سانترای جذاب و دیدنی داشت و باعث گلمون هم شد. توی اون هافبک اون ستای وسط من یه مقداری بحث داشتم که چرا اینجوری انتخاب شده. رضاوند و مهدی پور بودن و جلوشون ماشاریپوف پشت مهاجما، بهترین موقعیت و بهترین یعنی بهترین پوزیشنی که ماشاریپوف میتونه بازی کنه دقیقاً همینجاست، جایی که تو تیم ملی ازبکستان هم بازی میکنه و فوق‌العاده خوبه. پشت مهاجم به نظر من برای ماشاریپوف عالی بود، خیلی هم پاسای تو در عالی داد و خیلی خوب مدیریت میکرد و بازی رو پخش میکرد، کاری که انتظار داشتیم آرش رضاوند انجام بده و تواناییشو نداره. حالا که ماشاریپوف تو اونجا قرار گرفته میتونه این کارو به خوبی برامون انجام بده. با عقب‌تر از اونم رضاوند و مهدی پور بازی میکردن که متاسفانه مهدی پور مصدوم شد و بیرون رفت و زبیر جاش اومد، که وقتی زبیر اومد به نظر من تازه سیستم درست شد. یعنی ما نیاز داشتیم که یه بازیکن کاملا هافک دفاعی باشه که توپای عقبو جمع بکنه، که زبیر این کارو خیلی خوب انجام میده، و یه مقدار جلوتر رو دستش هم آرش رضاوند و ماشاریپوف بازی میکردن که به نظر من ترکیب بهتری بوده. هرچند خود من ترجیح میدادم که رضاوند تو زمین نباشه و مهدی پور و ماشاریپوف به همراه زبیر بازی کنن، یا نه از نظر خود من چشمی بازی کنه و سیلوا بیاد و دفاع بازی کنه، که حالا نظر نکونام یه مقداری متفاوت بود و علتش هم من خیلی متوجه نشدم. خط حمله دوتا مهاجمی که انتخاب کرده بود این بار بلانکو و مهداد محمدی بودن که به نظر من ترکیب خوبی بود. بلانکو که درخشان کار کرد و امروز برامون دبل کرد و واقعا بهترین بازیکن ما استقلالی‌ها بود و فرصت طلب. مهدادم بازی خوبی کرد ولی خیلی خوش شانس نبود و توپاش وارد دروازه نشد، وگرنه مهدادم به نظر من تو این پست میتونه کنار بلانکو بهمون خیلی کمک بکنه، علل خصوص که ماشاریپوف پشتشون وایسه و پاسای تو در بده، میتونه نتیجه خوبی باشه. دوست دارم نظر شما رو هم در مورد ترکیب استقلال بدونم، چون یه مقداری به نظر من تیم بالانس نبود و برای همینم راحت گل می‌خوردیم و میتونستیم انتخابای بهتری هم
داشته باشیم و جالبه گلایی هم که خوردیم همش از طرف سلیمی بود و اصلا انقدر مرادمند بازیش خوبه که کسی طرفش نمیره و من نمیدونم چرا حالا یه فکری باید بکنیم، یعنی باید یه ترکیبی چیده بشه که همه مثل جوری که مرادمند میترسن به طرفش نمیرن که از اون ور بخوام موقعیت ایجاد کنم برای بقیه بازیکنام همچین موقعیتی باشه. بریم حالا ببینیم تو خود بازی چه اتفاقاتی افتاد. فقط 2:29 از بازی گذشته بود که یه اشتباه تو خط دفاعی کردیم، یه توپ دادن راحت از سلیمی رد شد، روزبه دیر تکل بست و سجاد شهبازاده تونست دروازه استقلال و سید حسین رو باز بکنه و خیلی زود یکی جلو افتادیم. البته سجاد خوشحالی هم نکرد، سجاد شهبازاده که امروز خیلی خوب بازی کرد یه گل زد و اول نیمه دوم یه پاس گل داد و خب چون مقابل ما استقلالی ها بازی میکرد خوشحالی هم نکرد که خب کار قابل احترامیه، ولی خیلی خوب بازی کرد. جالبه برام سجاد الان نسبتا سنش هم بالا رفته ولی تا دقیقه 95 نگرش داشت محرم و خیلی هم خوب بازی کرد، ثانیه های آخر تعویزش کرد و بازی خیلی خوبی از سجاد دیدیم. نمیدونم اون چجوری اینقدر تونسته خودش آماده نگه داره یا با اومدن محرم تونسته وضعیت بهتری رو داشته باشه. دقیقه 4 داور به خاطر یه خطای وسط زمین یه کارت داد به آرمین سهرابیان که باعث شد بازی با آلومینیوم معرکو از دست بده. خیلی بیمورد بود کارتی که داور داد، یعنی این دکتر بیژن ایدری واقعا سوتای اشتباه تو این بازی زیاد زد، سوتای وسط زمین، نه اینکه بگی موقعیت خاصی رو تونست بگیره از تیم یا ایجاد بکنه، ولی واقعا سوتای وسط زمینش خیلی اشتباه بود برای هر دو تیم، یعنی داوری ضعیفی بود برای هر دو تیم که حتی تیم محرم هم اعتراض کرده، یعنی محرمینا که کلا کادر آرومی دارن و اعتراض نمی‌کنن انقدر داوری بد بود که به اونم اعتراض کردن. دقیقه 9 یه حرکت هنرمندانه از مهرداد محمدی دیدیم، از اونایی که میاره رو پا چپش شوت میزنه که متأسفانه توپش وارد دروازه نشد. دقیقه 12 یه شروع بسیار فوق‌العاده از سید حسین دیدیم که معلوم بود یه تاکتیک و شوتی که داد، پاس بلندی که داد رسید به مهرداد ولی مهرداد نتونست بازیکن مقابلش رد کنه و توپ به کرنر رفت و این کیفیت بسیار بالای سید حسین توی شروع مجدد رو نشون میداد که خیلی بهمون کمک میکرد. دقیقه 16 آرمین یه پاس داد به ابوالفضل جلالی و یه دونه از اون سانترای تمیز ابوالفضل و یه ضربه سر فوق‌العاده از بلانکو که شبیه گلایی بود که علی دایی میزنه، یه جورایی یه هد علی دایی طور زد گوستاو بلانکو رو، بازی رو 1-1 کرد. ما از بلانکو دقیقاً انتظارمون همچین چیزیه، یعنی تو ضربه آخر زدنا علل خصوص با ضربه سر رو با این فیزیک فوق‌العاده‌ای که داره انتظار داریم همینجوری برامون بتونه بارها و بارها گل بزنه. دقیقه 25 دوباره یه شوت همون مدلی برای مهرداد محمدی پیش اومد و اوورد رو پای چپش رو زد که بازم متاسفانه وارد دروازه نشد و این حامد لک امروز خیلی خوش شانس بود که گل نخورد، چون چند تا توپ، یعنی سه یا چهار تا توپ مویی از کنار تیرک رد شد، یه تیرک هم تازه خورد، یه توپ هم از رو خط دروازه‌اش در آوردن و دو تا گل هم خورد. یعنی واقعا امروز از روزای خوبه شانس حامد لک بود که میتونست 5-6 تا بخوره ولی واقعا گل نخورد. دقیقه 28 یه ایستگاهی از مهدی پور دیدیم که به یکم مدافع خورد و بالای دروازه حامد لک بیرون رفت. دقیقه 37 بود که مهدی پور متاسفانه مصدوم شد و رفت بیرون. اون لحظه که افتاد زمین و زانوشو گرفت و یه داد خیلی عجیب غریبی زد معلوم بود که مصونیتش جدیه. حالا باید ببینیم برای ربات سلبیش اتفاقی افتاده یا نه که احتمالاً حالا خبرش میاد و حالا تو ویدیوی بعدی که در مورد مصاحبه میگم احتمالاً تا اون موقع خبرش اومده باشه و بهتون بگم که چی شده. امیدوارم فصل رو از دست نداده باشه، ولی اون جوری که داد زد به نظر میاد که فصل رو متاسفانه از دست داده و باید ببینیم حالا چه سیستمی رو نکونام ترجیح میده که بچینه، چون فکر میکنم جایگزینم مهدی پور اصلا نداره. میگم ما اسکوادمون کم عمقه و وقتی یه بازیکنی از دست میدی دیگه کلا جایگزینم نداره. دقیقه 44 یه موقعیت این بار شوت برای بلانکو پیش اومد که بازم شوتش با فاصله خیلی کم از کنار تیرک بیرون رفت و نیمه اول 1-1 تموم شد. نیمه دوم با یه اشتباه خیلی عجیب و غریب شروع شد. فقط 12 ثانیه از نیمه دوم گذشته بود که اشتباه ایمان سلیمی رو مسیا برداشتن بردن جلو، سجاد شهبازاده سانت کرد و واسعی تونست دروازه ما رو باز بکنه. این که ما استقلالی‌ها که اینقدر به دفاع خوب معروفیم تو لیگ برتر اینجوری راحت گل بخوریم واقعا چیز عجیبی بود و این کاملا بازی که دیدیم با 6 تا بازی گذشتهمون تو نیم فصل دوم متفاوت بود. ما استقلالی که به دفاع فوق‌العاده معروفیم تو لیگ اینجوری نباید گل بخوریم، یعنی اشتباهای بچگانه تو خط دفاعی علل خصوص ایمان سلیمی باعث شد که دو تا گل راحت بخوریم. خیلی هم تیم میخواد بعد موقع هم هست، یعنی وقتی اون موقع گل میخوری همش تو فکر این هستی که باید بتونی جبران بکنی، اما خوشبختانه خیلی زود تونستیم بازی
برگردیم. دقیقه 50 سانتی که آرمین سهرابیان کرده بود روی تیرک نشست و حامدلک اشتباه کرد تو محاسباتش، تو افتاد جلوی پای بلانکو، بلانکو تونست بازی رو 2-2 مساوی کنه و برامون دبل بکنه. یه نکته جالب توجهام بگم، همیشه که نمیشه گفت، تو 5-6 فصل اخیر هر بازیکنی برای استقلال که اولین گل استقلال رو تو سال زده، آخر فصل از تیم رفته و امیدوارم این اتفاق برای بلانکو نیفته، چون واقعا تو استقلال جا افتاده و خیلی به کارمون میاد و میتونه فصل آینده هم بهمون خیلی کمک بکنه. و بازی اینجا 2-2 مساوی شد. از اینجا به بعد دیگه کاملا بازی این شکلی شد که ما استقلالیا سوار مس شدیم و مسیا فقط ضد حمله میزدن. دقیقه 58 یه شوت پشت محوطه خیلی خوب گیر جلالی اومد که بازم موی شوتش بیرون رفت و حامدلک با خوش شانسی دروازش باز نشد. دقیقه 60 یه سانتر عالی از جلالی دیدیم که این بار ضربه سر مرداد محمدی راهی به دروازه نبرد و بازی همچنان 2-2 موند. دقیقه 66 مرداد یه توپم بعد از این از دست داده بود، مرداد محمدی عوض شد و پیمان بابایی جاش به میدان اومد که مرداد محمدی یه مقداری به نظر میاد خسته شده و اون کیفیت نیمه اول رو نمیتونه داشته باشه و پیمان بابایی که اومد فوق‌العاده بازی کرد. دقیقه 72 یه پاس زیبا از ماشاریپوف دیدیم که بلانکو شوتش رو حامدلک تونست بگیره، یه جورایی درش آورد و مدافع دور کرد. و دقیقه 79 بهترین موقعیت نیمه دوم رو در نظر شکل بازی داشتیم که پیمان بابایی یه دفعه توپو برداشت و برد و تک به تک شد، توپو به زیبایی زد از کنار دست حامدلک که به تیرک دروازه خورد و تو برگشتم ضربه فخرالدینی رو از روی خط برگردوندن مثل رفسنجانی، متاسفانه دروازه باز نشد و خیلی موقعیت خوبی بود که بتونیم اینجا 3-2 از مثل رفسنجان جلو میافتیم که اگر ما جلو میافتادیم عمرن اونا نمیتونستن به بازی برگردن. ببینید بازی اینجوریه که اگر استقلال گل اولو به یه تیمی بزنه اون تیم اشکش هم در بیاد نمیتونه به استقلال گل بزنه، یعنی خودشونو بکشن هم نمیتونن به استقلال گل بزنن، ولی وقتی استقلال عقب میفته باید فشار بیاره که توپو بالاخره وارد دروازه تیم مقابل بکنه و مقابل مثل رفسنجان تونستیم این کارو بکنیم، مقابل ملوان تارتار هم تونستیم این کارو بکنیم. یعنی ما عقب بیفتیم زورشو داریم مساوی بکنیم، ولی اگر جلو بیفتیم بقیه تیم‌ها زور ندارن که ما گل مساوی رو بزنن. و خب همیشه باید امیدوار باشیم که گل اول بازی رو بتونیم ما بزنیم که اینجوری کارمون گره نخوره. دقیقه 83 هم 3 تا تعویض همزمان کردیم که من اصلا با تعویضا موافق نبودم و نفهمیدم چرا نکونام همچین تعویضایی کرد و این تعویضا باعث شد که تیم از ریتم خارج بشه. ماشاریپوف، جلالی و بلانکو که بسیار هر سه تاشون خوب بازی کرده بودن تعویض شدن، حتی اگرم خسته بودن بازم از کسایی که جاشون اومدن بهتر بودن و به نظر من دلیلی برای تعویض نبود و اینا بیرون اومدن. حامدی فر، سلمانی و آرمان رمضانی وارد زمین شدن که تو دقایقی که تو زمین بودن کار خاصی هم نکردن و به نظر من اگر میتونست اون ترکیب رو حفظ بکنه شاید میتونستیم تو اون 10 دقیقه آخر یه گل هم به مثل رفسنجان بزنیم و بازی رو ببریم. اما در کل بازی 2-2 شد. بازی بسیار جذابی بود. استقلال نکونام نشون داد میتونه جذابم بازی کنه ولی نمیخواد جذاب بازی کنه. حالا تو مصاحبه بعد بازی باید ببینیم چه اتفاقاتی میفته، چون تو مصاحبه قبل از بازی که براتون هم ویدیوشو گذاشتم مهدی هاشمی نصر گفته بود یه حرفایی رو بعد بازی مس میذاریم، میخوام ببینم صحبت میکنن یا نه. ولی استقلال نشون داد بخواد جذاب بازی کنه میتونه بازی کنه، بخواد حمله ای بازی کنه پر موقعیت با مالکیت بالا میتونه این کارو بکنه، اما باید ببینیم نتیجهش چی میشه. من ترجیح میدادم این بازی رو بازی زشت میکردیم یک کیچ میبردیم تا الان که یه بازی فوق العاده جذاب و دیدنی و پرگل دیدیم، ولی 2-2 شد و اگه الان پرسپولیس مثلا گلگوه رو بتونه تو سیرجان ببره میرسه نزدیک ما، سپاهان بازی عقب افتادش رو ببره میرسه نزدیک ما و من اصلا از همچین چیزی خوشم نمیاد. ترجیح میدم یه بازی زشت بکنیم و یکیچ ببریم تا اینکه خوشگل بازی کنیم و نبریم، ولی متاسفانه حالا توپامون هم تو گل نرفت. اگه گل میشد این بازی رو میتونستیم خیلی پرگل ببریم، هرچند اونا موقعیت های خوبی داشتن. ولی در کل محرم نویدکی رو تبریک میگم، تیم بسیار خوب و جذابی ساخته، تیمی که دوست داشتنی بازی میکنه، مطمئنم تو ادامه فصل هم میتونه فصل خوبی داشته باشه. اشکال نداره 2 امتیاز از دست دادیم ولی فکرم نمیکنم حالا رقیبامون هم بازیای آسونی داشته باشن و بتونن امتیازات خوبی رو جمع بکنن، اما باید خودمون رو آماده بکنیم برای بازی که جمعه داریم مقابل آلمینی و مراک، اونم تو عراق. آرمین سهرابیان هم که نداریم و احتمالاً سیلوا بعد به ترکیب برگرده. امیدوارم بازی خوبی بشه اون بازی، ولی فعلا این 2 امتیازی که از دست دادیم به نظرم خیلی نمیتونه مهم باشه، چون ببینین من تو ویدیو پیشوازی هم گفتم که مثل رفسنجان از تیمای بزرگ میبازه فقط به پرسپولیس نباخته، یعنی به تراکتور، سپاهان، ملوان و همه بزرگا باخته بود، بازی رفت و
چون تو بازی برگشت اونا تونستن یقه تراکتور رو بگیرن و مساوی کنن، به قول یقه ما رو هم گرفتن و با ما هم مساوی کردن. اینه تیمایی که میباختن مساوی گرفتن. حالا بعد ببینیم با پرسپولیسی که مساوی کرده بودن با ساکت الهامی میتونن تو بازی برگشت تو آزادی اونا رو ببرن یا نه، بعد ببینیم چه اتفاقاتی در آینده میفته. اما در کل به نظر من بازی قشنگی بود، هر چند نتیجه دلخواه ما نبود.